به نام خداوند جان و خرد. منوچهر شاه سواری مهمان برنامه امشب ماست. گفتگوی ما یک گفتگوی ریشه‌ای است در باب مسائل سینمای ایران امروز. دلم میخواد این گفتگو رو ببینید و دلم میخواد آدم‌هایی که اهل بحث و گفتگو هستن بعد از این گفتگو بیان و صحبت کنن راجع به مسائل ریشه‌ای که آقای شاه‌سواری در این مصاحبه مطرح کردن. با هم مصاحبه رو ببینید. آقای شاه‌سواری خیلی خوش اومدید برنامه ما. خیلی لطف کردید. خیلی ممنونم. طبق معمول روال برنامه یک صحبتی با دوربین ما بکنید تا بعد ما شروع کنیم. به شما سلام میکنم و خوشحالم که میبینمتون. به بینندگانتون هم عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که شما هم خوب و سلامت باشید. متشکرم آقای شاه‌سواری. میخوام برنامه رو با یادی از خانم طاهری‌پور شروع کنم. ضمن تسلیت به شما، جایشون خالیه، میخوام یک تحلیل شما از ایشون بدید که ما برنامه رو بعدا هم انتهای برنامه رو تقدیم کنیم به خاطره خانم طاهری‌پور که در سینما خاطرش هم میشه زنده است. برشک سخن گفتن راجع به آدم های نزدیک همیشه دشواری های خاص خودشو داره. من بنا به یک عادات علل ظاهر کمی غیر معمول میخوام از یه چیزی حرف بزنم که شاید گستردگی این معنا برای همه ما یه درسی باشه. آقای جیرانی، من سالهاست که میگم که نیروی انسانی در سینمای ایران بزرگترین سرمایه و دارایی صنعت فیلم ایرانه. حوزه های تکنولوژی و سایر در واقع بخش های سرمایه‌ای دائم در حال جابجایی هم، اما نیروی انسانی در واقع مهمترین موتور محرک و خلاق هر چیز دیگری که در این فضا میخواییم بهش توجه بکنیم هست. علاوه بر سرمایه های انسانی، ما سرمایه های اقتصادی داریم، سرمایه های فرهنگی داریم، سرمایه های اجتماعی داریم. هر کدوم از اینا در واقع ارزش ها و اعتبارات و ویژگی های خاص خودشونو داره. یه سرمایه‌ای وجود داره که سرمایه نمادینه. چرف قشنگ خوب. هر بخشی از اینا ممکنه درش وجود داشته باشه، اصلا ممکنه هیچ کدوم از اینا رو هم نداشته باشه، اما نشانه است، آدرس، مسیره. سرمایه های نمادین در واقع ماندگارترین بخش دارایی های هر کشور، هر خانواده، هر وطن و هر حرفه‌ایه. به نظرم میاد که فرشته طاهری‌پور یکی از سرمایه های نمادین سینمای ایرانه و از این جهت کمبودش، نبودش توی خیلی از اجزا حس میشه. ما آدم ها رو بعضی وقتا به کارشون، بعضی وقتا به تولیداتشون، بعضی وقتا به فعالیت‌های اجتماعیشون، فعالیت‌های صنفیشون، همه اینا شناسایی میکنیم. اما یه کسانی هستن که دغدغه‌هاشون بنا به یه تشخیص فردی فراتر از همه اینهاست. اونها فکر میکنن که یه وظیفه دارن، یک تعهد اخلاقی دارن و یک تعهد منشی دارن به جایی که درش زیست میکنن، و اونها به نظرم سرمایه های نمادین کشور هستن. و در سینما ما به هر شکل سرمایه های نمادینی داریم، تعدادشون شاید زیاد نباشه اما داریم، و به حرمت و به نفس و به وجود اونها در واقع این سینما همچنان پا بر جاست، حیات داره، تداوم داره و دست تطاول روزگار نمیتونه از صحنه حذفش بکنه. یه جایی وجود داره برای اینکه بهش پناه ببری. اون سرمایه های نمادین از نظر من این خاصیت رو دارن، پناهگاهن،
فضای دگرگونی هن، فضای گریز هن، منطقه الفراغ هر حوزه ای هن. و از این جهت فرشته تایپور به نظرم یکی از برجسته ترین نشانه های این سرمایه نمادین فرهنگ و هنر کشوره. بله، تغییر بسیار خوبی بود. با یاد و خاطره ایشون ادامه میدیم مصاحبه رو. آقای شاه‌سواری، خانه سینما الان وضعیت حقوقیش، وضعیت قانونیش دیگه کاملا تثبیت شده دیگه. مشکل دیگه از این بابت که بعضی ها ابراز میکردن و عنوان میکردن که دیگه وجود نداره دیگه در این قضیه. خانه سینما در این لحظه که من خدمت شما هستم، به لحاظ حقوقی بعد از 16-17 سال که یک موانع جدی وجود داشت که این موانع بخشش ناشی از خود ما بود، یعنی البته باید این رو گفت، طی در واقع سالهای گذشته دوستان من در دوره های مختلف هیئت مدیره های دو سه دوره قبل تلاشای رو برای حل این موضوع کرده بودند. شاید در واقع نوبت به من رسید که 100 متر آخر یا 400 متر آخر رو انجام بدم. این یک دو امدادی بود که همه دوستان ما قبل ما هم تلاشای خودشون رو انجام دادن و در این لحظه که خدمت شما هستم، خانه سینما به لحاظ حقوقی چه از جهت در واقع قواعد و مقررات موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چه از حوزه قواعد و مقرراتی که لازمه برای ثبت در روزنامه کشور از طریق سازمان ثبت اسناد رسمی کشور، اونجا هم این اتفاق افتاده، روزنامه های رسمی چاپ شده و الان وقتی که به سایت روزنامه رسمی کشور برید هر دوی این در واقع موقعیت ها که چه در مورد انتخابات مجمع عمومی، انتخابات داخلی هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل که سه تا بخشی است که در طی سه فرایند باید در اون موقعیت ثبت بشه و ضبط بشه و تایید بشه صورت گرفته. یعنی الان این مسائل مشکلات دیگه درش وجود نداره دیگه. هیچ نکته دیگری از این بابت به لحاظ حقوقی نداریم. یعنی ما یک تشکل صنفی قانونی درست داریم که حالا این نمایندگی میکنه چی رو؟ آقای خانه سینما چه نمایندگی میکنه توی صنف؟ ببینید، بر اساس آنچه که عرف خانه سینما بوده، یک تعبیر از وظایف و اختیارات و مسئولیت ها داره. بر اساس اساسنامه هم البته اشارات روشنی به این ماجرا شده. مهمترین نکته که توی اساسنامه ما وجود داره اینه که میگه خانه سینما متشکل است از تشکل های قانونی هنر صنعت فیلم ایران. این یک. دو، اشاره میکنه که خانه سینما متشکل است از صنوفی که در زنجیره تولید و توزیع و نمایش فعالیت میکنند. یه در واقع نکته دیگری هم داره و جزء وظایف ذاتیشه، اون هم در واقع کمک، ایجاد بستر و فضا برای ارتقاء فنی، تکنیکی، آموزشی برای اعضای خودش و البته پیگیری حقوق رفاهی، بیمه‌ای و حوزه‌هایی که به هر شکل به معیشت و زندگی آحاد در واقع اعضای اصناف خانه سینما مرتبط میشه. در واقع ما شاید بشه گفت که توی سه تا در واقع موقعیت داریم کار میکنیم. ایجاد فضایی برای مراقبت از آحاد که حوزه های تأمین اجتماعی، بیمه های تکمیلی یا هر نوع در واقع تلاشی که در این زمینه انجام میدیم. دو، به نظرم میاد وقتی که از زنجیره حرف میزنیم باید در حوزه تلاش بکنیم برای رونق بخشی به فضای هنر صنعت فیلم ایران. سه هم که در واقع موقعیت ارتقای دانش فنی و
بحث آنچه که به لحاظ تغییر تحولات تکنولوژی انجام میشه. به نظرم میاد که اگر بخوایم خودمون قضاوت بکنیم، توی دو مورد اول ما دستاوردهای نسبتاً قابل توجهی رو داریم، اما در بخش در واقع ارتقا که حوزه های ویژه ای رو در بر میگیره و سال هاست که در خانه سینما بر سر تأسیس انجمن علوم و فنون هنرهای سینمایی وعده میکنیم، گفتگو میکنیم، تلاش میکنیم و همین الان هم تشکیلاتی در خانه سینما موجوده که مسئولیت ریاستش رو دوست عزیزم دکتر رامین حیدری فاروقی بر عهده داره. او در واقع باید این فضا رو، اون آکادمی این فضا رو فراهم بکنه. این تعطیلات کرونا کمی در واقع ما رو از اون مسیر دور کرد، انرژی ما بیشتر به سمت حوزه های مراقبتیمون رفت، حتی در حوزه رونق هم دیگه تلاش ما شاید خیلی مؤثر نبود. به هر شکل یک اتفاق بزرگ افتاده بود، حادثه ای بود که همه ما رو با یک موقعیتی روبرو کرد که این موقعیت برای همه ما ناشناخته بود و تصوراتی که از این موقعیت داشتیم تصورات روشن و دقیقی حتی برای اهل علم هم نبود در حوزه پزشکی، ولی به هر شکل بیشترین انرژی، منابع و کار ما تو اون بخش به دلیل این فضا متمرکز شد. امیدوارم که با کاهش در واقع بیماری، با رونقی که این روزها دوباره به سینما در حال برگشته و دوستان و عزیزان ما از این رونق لذت ببرن، نه اینکه ازش ناراحت بشن و شروع کنن شمشیرهای آخته سلیقه‌ای خودشون رو بر بدن در واقع این درخت تناوره در واقع حوزه فرهنگ و هنر ایران، چون به هر شکل این درخت تناور هم از هر ضربه‌ای یه صدمه میخوره، هر چند فرو نمیفته. امیدوارم که تو این سالها بتونه دوباره به این مسیرها برگرده. من یک سوال برام هست، الان خیلی نکته دقیق شما توضیح دادید. اگر من به عنوان فیلمنامه‌نویس یا کارگردان حقوق فکریم، حقوق تألیفیم در واقع در ارتباط با مثلا معاونت سینمایی مورد چالش قرار بگیره، من میتونم به خانه سینما مراجعه کنم، اعتراض کنم و خانه سینما پشت من باشه؟ فکر میکنم که ما در این سالها پروژه‌ای نیست، فیلمی نیست که گرفتاری شبیه این مثالی که شما میزنید پیش آمده باشه و دخالت نکرده باشه. عموماً هم به شما عرض میکنم موفق بودیم. بخشش رو از طریق نمایندگانمون در شوراهایی که موجود بوده، من و شما خودمون با همدیگه مدت‌ها در شورای پروانه ساخت حضور داشتیم و بخشی از انرژی ما و توجیهات ما و جدل‌های ما بر سر همین حمایت‌ها از حقوق تألیفی هنرمندانمون و خلاقانمون مصروف می شده دیگه. من فکر می کنم همچنان این رویه وجود داره. البته خب شیوه خانه سینما ابتدا به نمایندگانش باید مراجعه بکنه، در مثلا فرض کنید شورای پروانه ساخت. ما تا در یک دوره هم دوستان من در تهیه کنندگان یک نمایندگی رو در شورای پروانه نمایش داشتن که الان علل ظاهر تو این ترکیب دیگه وجود نداره، یعنی مستقیما نمایندگی صنف تهیه کنندگان رو در شورای پروانه نمایش میکرد. اینو نمیخواین دنبال کنین که تو شورای نمایش داشته باشین؟ ببینید خب دوستان تهیه کننده من در دوران معاونت قبلی توانستن، من میگم خانم طاهرپور بود مثلا تو شورای پروانه، بله، به معرفی صنف تهیه کنندگان. ما البته در شورای عالی نظارت بر نمایش که اگر شورای پروانه نمایش با فیلمی دچار مشکل شد، یک هیئت بالادستی وجود داره که در اونجا دو نماینده داریم،
تا الان هم این جلسه تشکیل نشده در دولت جدید. اون که پاورجاست؟ تا این لحظه در واقع از حذفش سخنی به میان نیامده، چون جزء مقررات جاریه. دو نماینده از سوی خانه سینما در اونجا حضور داشتن. یکی خودتونین دیگه؟ نخیر، نخیر. در این لحظه که با شما حرف میزنم و از مثلا نزدیک دو سال پیش، یک سال و نیم پیش این اتفاق، یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد، آقای محمد مهدی خان اسکرپورند و جناب آقای مهندس محمد علی نجفی نمایندگی خانه سینما در اون شورای عالی نظارت بر نمایش. اگه گیری بکنه مشکل پیش بیاد بره تو شورا، باید بره اون شورا، اونجا نمایندگان ما هستن. ولی تا این لحظه حداقل در این ماهای اخیر که این جلسه تشکیل نشده، اواخر مدیریت دوست عزیزمون آقای دکتر انتظامی این جلسه دوباره پابرجا شد، برخی از آثار در نوبت بررسی قرار گرفتن، اما خروجی روشنی پیدا نکرد، چون مصادف شد با تغییرات دولت. خب طبیعی است که باید منتظر موند که ببینیم که بعداً چه خواهد شد. پس این قضیه این شکلی. بله. آقای جامعه خانه سینما تا این لحظه که من دنبال کردم از ابتدا معتقد به جامعه سینمایی متکثر بوده، یعنی معتقد جامعه سینمایی متکثره از تفکرات مختلف، همچنان بر این عقیده پاپرجا خواهد ماند که از این جامعه سینمایی متکثر دفاع کنه؟ ببینید دو تا موقعیت الان ما یعنی در دو موقعیت قرار میگیریم که راجع به این پاسخ بدیم. یک موقعیت شخصی و نظریه پردازیه. اساساً ذات سینما متکثره، ماهیت سینما ماهیت یک جانبه نگر نیست، ماهیت سینما ماهیت گفتگو و رقابت بین آثاره. این ذات متکثر غیر قابل تغییره. آیا میشه شما نماینده یک جامعه سینمایی باشید و این تلقی متکثر که از درون حرفه میاد رو نپذیرید؟ نمیشه. پس بنابراین وقتی که ماهیت در واقع یک حرفه، یک فعالیت به طور ذاتی و بر اساس همه قواعد موجود متکثره، طبیعتاً فعالیت صنفیش هم و دیدگاهی که تو اون فعالیت صنفی حاکمه متکثره. برای همین ما تو خانه سینما اساساً امر کیفی یا دیدگاه کیفی به عناصر و اعضامون نداریم. هیچ تفاوتی بین هیچ کدوم از اعضای خانه سینما در هیچ بخشی نیست. اینکه در ارتباط با مخاطب و بازار و شرایط نقد و بررسی برخی از آثار بیشتر مورد توجه قرار میگیرن، برخی کمتر، برخی موفقن، برخی ناموفقن، اون در واقع به خود محصول برمیگرده، نه به روابط درونی صنفی، چه در خانه سینماش، چه در انجمن کارگردانان، چه در تهیه کنندگان، چه در هر یک از صنوف ما. این امر در واقع جاری و ساری توی خانه سینماست. بنابراین همچنان هم این تکثر معنایی و دیدگاهی و رویکردی که گاهی اوقات شما از بین اعضا به مرور در جاهایی میبینیم، به نظرم جز حق طبیعیشونه که راجبش اظهار نظر بکنه. اگه خانه سینما احساس کنه که در برنامه ریزی های سینمایی یک جانبه گرایی شده و در واقع اون جامعه متکثر الان داره در واقع دچار یک بحران میشه، دخالت میکنه؟ در یه همچین مواردی میدونی کلیات گفتن، تو کلیات میگم بله. مهم اینه که تو جزئیات میشه یا نمیشه. تشکر قدرت تو مصادیق داره؟ آیا مصادیق آیا مشمول اصلا چنین تعریفی میشن؟ تو مصادیق ما همیشه دوچاری اختلاف نظر هستیم. مثال عرض میکنم، نماینده ای از محترمی از درون مجلس بر اساس یک تحلیل و سلیقه شخصی نسبت به برخی از آثار سینمایی ایران یه موضع گیری کرد.
همه سینما نسبت به این موضع‌گیری یه واکنش جدی داشتن. ممکنه بگید خانه سینما چه واکنشی داشت؟ هیچ چی نداشت. برای چی نداشت؟ برای اینکه صنوفش اون کاری رو که دارن میکنن درسته و تسهیلگر اون روابطه. و البته از همه موقعیت‌ها و مناسبت‌ها و ارتباطاتش استفاده میکنه تا آنچه رو که توسط اون نماینده گفته میشه توسط برخی دیگه از همون نمایندگان مجلس مورد نقد قرار بگیره. اینکه خانه سینما در اینجا باید مثلا رفتارش رفتار انفعالی باشه، یعنی فرض کنید بیانیه بده، مثلا تظاهرات بکنه، مثلا نمیدونم اجتماع بکنه، این یه روشه. من فکر میکنم حوزه فرهنگ حوزه گفتگوه. ما هر موقع که با استدلال، با منطق، با شهامت و جسارت وارد هر گفتگویی بشیم دست پر میایم بیرون. اینکه همه این آثار سینمای ایران قرار نیست که همه ما رو راضی بکنه که امر بدیهیه. مگه همه موضوعاتی که در کشوره، همه آحاد کشور رو مورد رضایتشه؟ مگه مثلا نماینده محترم ما همه آنچه که در حوزه اقتصاد میگذره، علم میشه، یا در حوزه مسائل اجتماعی یا مسائل انواع و اقسام موقعیتایی که داریم، مگه همه باید با سلیقه او خودشو تطبیق بده؟ یه جریان عمومی وجود داره. اون جریان عمومی به نظرم برنده است. اون جریان عمومی اینه که شما در جهان فعلی بدون توجه به ادبیات سینمایی اساساً در حاشیه جهانید و در متن جهان نیستید. من هر موقع که میخوام از سینمای ایران دفاع بکنم از ماهیت در واقع تمدنی و نقشی که سینما در حوزه تمدنی جدید کشور داره دفاع میکنم. در چنین شرایطی البته وقتی وارد مصادیق بشه وارد آمار و ارقام هم میشه شد، میشه تمام دارایی‌های سینما ایران رو فهرست کرد و میشه تمام این دارایی‌ها رو به نسبت سایر در واقع حوزه‌ها بررسی کرد. اون موقع ببینیم که سینمای ایران نسبت به جامعه ایران، نسبت به وطن، نسبت به اعتقادات، نسبت به عرف بیشتر پایبند بوده به واسطه خودش، برای که او با مردم سر کار داره. و وقتی شما با مردم سر کار دارید و مستقیماً با اوست که آنچه که تولید میکنید تکمیل میشه و کامل میشه، خب ما که تکلیفمون روشنه، ما داریم برای این مردم کار میکنیم. این مردم یه روزی میلشون به این سمت، یه روزی نیازشون چیز دیگریه. من اصلا تصورم نمیکنم که، حداقل جزء اونایی نیستم که فکر کنم ما مخاطبهای متفاوت داریم. ما نیازهای متفاوت داریم اما مخاطبهای متفاوت نداریم. این نیازهای متفاوت در یک موجودیتی به نام انسان همونجا متکثره. روزی فیلم جدی میخواد، روزی فیلم کمدی میخواد، روزی ممکنه از یه فیلم حادثه‌ای لذت ببره، روزی ممکنه، روزهایی ممکنه تمایلش به ملودرام باشه، به همه گونه هایی که آیا این گونه ها همشون به لحاظ تکنیکی، فنی، نمیدونم همه در حد، نه اصلا قرار نیست اینجوری باشه، اصلا قرار نیست اینجوری باشه. دیدگاه ما که دروگر نیستیم، که ما باغبانیم. ما میکاریم، تماشا میکنیم، مراقبت میکنیم و در این مراقبت ها و تماشا کردن ها مشتریان ما یه گلی رو بیشتر میپسندن، یه گلی رو کمتر، یه گلی خوش آب و رنگتره، یه گلی کم آب و رنگتره. روزی این پسندش میشه، روزی اون پسندش میشه. در چنین شرایطی اون موقع میگم که سینمای ایران در منظومه فرهنگی کشور، در مقام در واقع هسته مرکزیش، وظایفش رو به درستی انجام داده. اما توقعاتی که ازش وجود داره متناسب با اختیارات و متناسب با مقررات و قوانین نیست. این رو من در واقع بهش باور دارم. آقای شاه‌سواری، عده‌ای دوست دارن فعالیت خانه سینما رو منحصر کنن به بخش معیشت و بخش رفاه اهالی هنر، ضمن اینکه اون بخش مهمه
از نظر ما مهمه، رفاه و مسائل رفاهی و این مسائل مهمه، اما این بخشی که ما الان صحبت کردیم، حفاظت، حمایت از یک سینمایی که تا اینجا رشد کرده که لطمه نبینه، اونم برای یه نسلی داخل سینما مهمه. این در برخوردها رو چگونه میبینید؟ البته یک نکته اشاره کردید بسیار جالب، اختیارات، مقررات و قوانین که میشه بازش کرد، ولی این نکته رو بریم بعد بازترش کنیم. ببینید، فرض کنید ما تمام مسئولیتامون فقط بشه حوزه های معیشتی و رفاهی و اینجور چیزا، خودکار رفت. به قول تو این جزء نیازهای ضروریه، وظایف ذاتیه، یه بخشش هم ناشی از اینه که بالاخره ما وقتی که روزگار میگذره بخشی از همکارانمون از دایره فعالیت به هزار و یک دلیل خارج میشن و این خروجشون از فعالیت‌های حرفه‌ای نیازهای زیستی ویژه‌ای رو ایجاد میکنه که به نظرم خانه سینما موظفه بهش بپردازه. ما در این سالها در این حوزه فعالیت هامون و کارهایی که کردیم قابل توجهه. من واقعا من ای از عدد و رقم ندارم، اما ترجیحم اینه که هیچ عدد و رقمی در این حوزه اعلام نکنم، نه به دلیل اینکه اون عدد و رقم، به دلیل اینکه واقعا فکر میکنم به همکاران ممکنه ظلم کنم. برخی از نیازها نیازهای بسیار بسیار ابتدایی است که حق او نیست که حالا راجبش حرف زده بشه، منتی اساسا وجود نداره. فرض کنیم ما همش همین کار بکنیم، کجا دیگه باید چی کار بکنه؟ یعنی رشد و توسعه سینمای ایران رو چه کسی باید محوریتشو بر عهده بگیره؟ آینده نگری رو کی باید مسئولیتشو بر عهده بگیره؟ من الان به دوستانم توی صنوف خلاق و صنوف اصلی دائم میگم که میشه به من بگید که نسبت ما و آینده در این حوزه چیه؟ از نظر من ما یه وظیفه تاریخی داریم که باید نسبت خودمون رو در هر لحظه با آینده معلوم بکنیم، مسیرها رو بشناسیم، بدانیم. از آگاهی نسبت به فضای پیرامونی سینمای جهان ترس نداشته باشیم. دائم نگیم اینجا که ایرانه، نه اینجا ایرانه، بله اینجا برجسته ترین بخشی از برجسته ترین فیلمسازان جهان مقیم ایرانند، شناسنامه ایرانی دارند، گذرنامه ایرانی دارند، نام ایرانی دارند. این توی جهان تو کدوم بخش ما دیگه داریم؟ حوزه فرهنگ کجا داریم؟ نداریم. خب این که مثلا فرض کنید که به تعارف به دست نیامده آقای جیران، این به خون دل به دست اومده، و وقتی که به خون دل به دست اومده نباید به سادگی ازش بگذاریم. اگر روزی خانه سینما توجهش رو، یا اصناف، من بیشتر در واقع امیدوار به روزیم که اصناف ما هر کدوم در حوزه های تخصصی خودشون وارد این مباحث بشن و خود خانه به عنوان یک هماهنگ کننده، یک کوردینیتور، یک تسهیلگر عمل بکنه، چون باور دارم که اصناف قدرتمند خانه سینما رو قدرتمند میکنه، وگرنه خود خانه بدون در واقع این وجود اصنافش و نیروهایی که در درون این اصنافش هستن که تبدیل میشه به یه شبه باشگاه. بله بله. اونا باید در واقع این حوزه‌ایه که ما ضعف جدی داریم. اعتراف میکنم که در این حوزه ضعف جدی داریم. نگاه آینده نگرانه بر سر این ماجرا وجود نداره. ما خیلی پیش از این باید نسبت به فضای نمایشیمون هوشیار میشدیم. ما خیلی زودتر از این باید میفهمیدیم که جهان در مقابل عرضه در واقع کالاهای صوتی تصویری، سمعی بصری، بازارهای متنوعی رو داره طراحی میکنه و باید نسبت به این بازارها مسلط میشدیم، آموخته میشدیم که نسبت به این بازارها و فضاهای جدید
حیرت زده نشیم یا هیجان زده نشیم یا دوچار انفعال نشیم. معمولا خصلت ما ایرانی ها اینه که دوچار انفعال نمیشیم ولی تعجیل میکنیم، یعنی به سرعت میخواییم همه این عقب افتادگی هایی که ناشی از اینه که یه زمانی رو از دست دادیم جبران بکنیم. و خب این ممکنه که با رشد طبیعی سازگار نباشه و بحران هایی رو ایجاد بکنه، بحران نیروی انسانی، بحران تجهیزات، بحران سرمایه، نظام در واقع روابط بین کارفرما و کارگزار. ما نیازمند به قوانین بین، من به عنوان تهیه کننده میگم، ما نیازمند اینیم که قواعد کاری بین خودمون و همکارانمون رو روشن کنیم. ما دیگه در روزگار کهن به سر نمیبریم که دور همی فیلم بسازیم. ما میباید ساعت کار، نظام بیمه‌ای، نظام حمایتی، قرارداد یکسان و تعبیه قواعدی در اون قراردادهای یکسان که بتونیم در واقع نیازهای همکارانمون که به هر دلیلی کار نکردن از توش تأمین شه. ما باید دست به زانوی خودمون بگیریم و روی پای خودمون وایسیم. از نظر من هم به لحاظ نیروی انسانی، هم به لحاظ گردش مالی، هم به لحاظ در واقع علاقمندی و میل، همه اینا رو ما داریم. سازوکارامون هنوز سازوکارهای مناسبی نشده، هنوز در پی این سازوکارها هستیم. به طور جدی هم در خانه سینما این سازوکارها داره پیگیری میشه. به هر شکل وقتی که شما سوال اولتون بر سر جریان حقوقی خانه سینماست، من نمیخوام بگم که یعنی دیگه، چون ما دنبال یه راه حل بودیم، به اون راه حل رسیدیم، ولی اینکه چه بلاهایی تو این مسیر سرمون در اومد رو واقعا دیگه توضیحش به نظرم بیفایده است. شما به عنوان کارگردان گاهی اوقات میگید آقا من مثلا اگر اینقدر نگاتیو داشتم، اینقدر پولش، فیلم تمام شده دیگه، کسی به این دیگه نگاه نمیکنه. الان هم کسی دیگه، نه خودم علاقمندم، نه فکر میکنم شنونده ای، نه سینماگری، نه پژوهشگری که ما مثلا چه مسیری رو طی کردیم تا حالا. شاید برای ثبتی در تاریخ شما ثبت کنین، ولی در واقع الان در من تمام جزئیاتش رو یادداشت کردم. چه خوبه، اینو حتما باید ثبت کنین، چون مسیری که اون اتفاق رو بنا به عادات شخصیم این اتفاق افتاده. ولی منظورم اینه که بله، برای اینکه واقعا یادمون نره، مسیری که خانه سینما طی کرده باید همین مسیری بله، بله. در تاریخ ثبت. ولی به هر شکل ببینید آقای، ما یا رفتارمون فاعلانه است یا منفعلانه است. ما رفتار فاعلانه نیازمند دانشه، نیازمند اینه که امکان پیش بینی پذیری رو تو هر عرصه‌ای فراهم بکنیم. ما نمیتونیم دائم در ایهام و ابهام و فضای مهالود زندگی کنیم. ما نیازمند یک فضای روشنی هستیم برای اینکه بدونیم که این اثری که میسازیم، مثلا فرض کن به همین سادگی کی نمایش میدیم، به همین سادگی که آیا روابط بین کارفرما و کارگزار در شرایط نرمال صورت گرفته، همه چی طبیعی بوده، آیا ما متوجه تغییر ماهیت سرمایه، مثلا فرض کنید از 15 سال پیش به این ور تو سینما ایران نبودیم و ما هیچ توجهی بهش نکردیم، تغییر ماهیت نظام سرمایه در سینما ایران یا در صنعت فیلم ایران ما رو از توجه به یک عامل مهم در تغییر تحولات دور کرد. ما معمولا سرمایه گذارای سینما ایران رو حتی احترام لازم هم بهشون نمیذاریم، دائم با عناوین عجیب و غریبی باشون سر و کار داریم. من نه کار کردم نه نسبت به هیچ کدوم از اینا تعصبی دارم، اما باور دارم به لحاظ دانشی، حتما شما هم تایید میکنین، همه هم تایید میکنن، سرمایه جز لایم فک فعالیت بله. ماست. اینه که نمیتونیم انکار بله کنیم. این سرمایه یا از منابع بانکیه یا از منابع در واقع علاقمند به سرمایه گذاری برای اینکه سود ببرن، یعنی جذب این سرمایه ها این حوزه. خب ما
توی سالهای گذشته به مرور اون شکلی از تهیه کنندگی که بخش عمده ای از سرمایه هر پروژه رو شخصاً یا به واسطه مشارکت عوامل اصلی همون پروژه تأمین میکرد، حتما شما نمونه هاشو به یادتون میاد دیگه. بله بله بله. فراوون بود، با یه منابع بانکی مختصر، با یه قیمت خوب، افزایش قیمت ها دیگه با اون موقع، با اون مدل دیگه سازگار نیست. شما در سن مثلا 27-28 سالگی میتونید بابت فیلمنامه‌ای که نوشتید در یک پروژه شریک بشید، برای اینکه نوع زندگیتون اصلا ایجاب میکنه که این فضا رو اینجوری عمل کنید. الان دیگه واقعا به این سادگی برای شما نیست، باید تکالیف روشن‌تر باشه. نکته اینجاست که ما نتوانستیم ماهیت سرمایه رو و تغییرات این ماهیت سرمایه رو پیش بینی کنیم و الان با یک مشکل جدی در تأمین مالی آثار مواجهیم و مجبوریم با روش‌های غیر معمول وارد این عرصه بشیم، در حالی که من همیشه معتقد بودم و هستم ما اولین وظیفه‌مون اینه که به این سرمایه‌گذاران احترام بگذاریم، دوم اینه که هویتشون رو باید به رسمیت بشناسیم. آقای شاطری یه سوال پیش میاد. ببین من همینطور که من البته شاید من تعریفی نداشتم، شما تعریف، من همینطور که الان نمیدونم نظام اقتصادی ایران واقعا چه تعریفی داره، گیجم. در سینما چه تعریفی برای نظام اقتصادی و اون سرمایه‌داری موجود میشه پیدا کرد؟ این حالا میگیم اون نظام اقتصادی کلی رو شاید الان بحثش نکنیم، ولی میشه رژیم نظام اقتصادی اصلا حاکم بر سینما ایران صحبت که چیه نظام اقتصادی سینما ایران؟ از نظر من ما الان نظامی حاکم نیست. آها. از نظر من در حوزه سرمایه گذاری هیچ نظامی بر صنعت فیلم ایران حاکم نیست. ما در یک بلبشوی کامل داریم کار میکنیم. این در... تشکل‌های سنفی تایب کنند دیگه نمایندگی چه جریان‌های نمایندگی میکنند؟ من وارد اون بحث نکن. باشه. ولی نه به معنای اینکه نشیم. نه. ولی ببین، برای اینکه هر کدوم از ما یه دیدگاه‌هایی رو داریم و یه تصوراتی داریم و تو این تصورات خب دلایل و اقتضائات خاص خودشو جستجو میکنیم. سوال اینه که آیا نظام، مثلا فرض کنید که صنفی فیلم برداری ما صاحب یه قواعد و مقررات ذاتی درونی نه اعلامی هست یا نیست؟ هست. بله اونا هست. بله هست. صدا بردارمون، بله صحنمون، بازیگرمون، همه اینا هست. بله. ما در عرصه تولید و نظام اقتصادی تولیدی که اما در حوزه سرمایه گذاری در یک سالهایی به دلیل مدل متفاوت از سرمایه گذاری باز از نظر من روشن بوده. از یه تاریخی حدوداً مثلا فرض کنید که 12 تا 15 سال پیش به مرور یه تغییراتی اتفاق افتاد. من مشخصا میگم از 84 به بعد دیگه دقیقاً این اتفاقات افتاده دیگه. تقریبا عددمون با هم دیگه یکیه. بله 84 بعد. یعنی حالا شما 16 سال میشه، مال من 15 سال. بله دقیقاً از همون تو ذهن من همیشه 85 و 15 سال نیست. بله دقیقاً میشه 85. بله. ما همون موقع میبایست پیش بینی میکردیم. ما ظاهراً فیلمسازیم و قدرت پیش بینی داریم دیگه. ما تنها حرفه‌ای هستیم که میتونیم به خاطر یه دکمه یه کچلوار بدوزیم. آقای جیرانی تو دیدیم بعضی وقتا به تمسخر میگه به خاطر یه دکمه که کچلوار نمیدوزن. ما به خاطر یه دکمه گاهی اوقات کچلوار میدوزیم، به خاطر یه دیالوگ یه فیلم میسازیم، به خاطر یه تصویر یه فیلم میسازیم. درسته که دیولپ میکنیم، گسترش میدیم، از همه دانش دراماتیکمون استفاده میکنیم، برای که اون دکمه ارزش داره، یه هسته مرکزیه. پس بنابراین قدرت پیشبینی داریم، یعنی در اون دکمه یه چیزی میبینیم که فکر میکنیم میتواند تبدیل به یک اثر شود. چجوری نتونستیم این ماجرا رو پیشبینی بکنیم؟ چرا از 92 به بعد نتونستیم این مسیر رو عوض کنیم؟ برای اینکه همه ما یه مجموعه درگیری های درون صنفی ایجاد کردیم، همه ما درش سهم داشتیم. من جزء اونایی هم که اساساً
به قاعده حساب کشی نه باور دارم نه اعتقاد دارم. یعنی قرار نیست که وقتی که به اینجا میرسیم راجع به گذشته هی جوری حرف بزنیم که وارد یه حساب کشی بخوایم بشیم. نه، من باور دارم که فردا از دیروز مهمتره. اما البته اگر دیروز رو ندانی حتما فردایی هم وجود نداره. این اجتناب هم. اما هرچی رو راجع به گذشته میگم به مبنای حساب کشی نه به معنای واقعیت های روی میز دارم حرف میزنم. از نظر ما، از نظر من، این نظر شخصی منه، تأکید میکنم، ممکن دیگرونی هم با این نظر از زوایای دیگری همراه باشن یا خودشون اصلا صاحب نظر باشن در این موضوع و میدونم هم که چنین هست. یعنی اگر تأکید میکنه بر نظر من از باب کیفی عرض نمیکنم، فقط از باب اینکه در تداخل با موقعیت حقوقی قرار نگیره. اگر نتوانیم برای نظام سرمایه‌گذاری در صنعت فیلم ایران راه حل جستجو بکنیم، هویت بخشی بکنیم و پاسخگو دو سویه نتونیم بکنیم، با بحران‌های بزرگتر از این مواجه میشیم. نظام فیلمسازی باید از حالت انتحاری به حالت انتخابی برگرده. الان گاهی اوقات ما رفتارمون رفتار انتحاریه، دور هم جمع میشیم یه مختصر پولی پیدا میکنیم بریم یه کاری بکنیم. بنابراین دیگه به کیفیت، به کمیت، به رابطه با تماشاگر، به آینده، به هیچ کدوم از اینا فکر نمیکنیم. فقط گریز از این موقعیت متسلبی که قرار گرفتیم. ما باید همیشه در موقعیت انتخاب باشیم، هم بتونیم انتخاب بکنیم هم شرایط انتخاب شدن رو فراهم بکنیم. نکته اصلی از نظر من در اینجا اینه که نظام تک محصولی در سینمای ایران و در صنعت فیلم ایران تو تمام وجوهش محکوم به شکسته. وقتی میگم نظام تک محصولی یعنی مثلا فرض کنید که یک دفتر پخشی که فقط یک فیلم داره، معلومه که محکوم به شکسته، فارغ از اینکه ناشی از چیه. من الان در واقع دارم بنابر نگاه با آینده حرف میزنم، نمیخوام کالبد شکافی مشکلات الانو بکنم، اون واقعا یه بحث مصطوفای فنی میبره. توجه کنید تمام سالن‌های تک سالن ما محکوم به نابودی هم. بله کاملا محکوم به نابودی. دورشون تموم شده دیگه. نمیشه. مثلا ادارش نمیشه که دورش تموم. اقتصادی دیگه نیست. تو دنیا هم نیست اینجا. تو دنیا هم نیست اینجا هم نیست. تهیه کننده و مالک اثر تک محصولی. یعنی مثلا جیرانی هست و یه فیلم. همه نظام بازار رو به هم میریزه به خاطر اون یک فیلم. همه نظامات چیزو به هم میزنه. چون او یه فیلم داره و همه و موجودیتش، آیندهش، سرمایهش، حرفش، هویت، همه چیشو در اون فیلم خلاصه میکنه. اما اگر یه نظام تولید مستمر وجود داشته باشه، نظام استدیوی منظورته؟ اصطلاحه، چون الان تو دنیا هم دیگه اون دیگه تعبیر نیست. از استدیو به معنای کلاسیکش وجود نداره. کمپانی پارامونت همه نابود شده. وجود نداره. آره دیگه. اما نظام‌های جدیدی شکل گرفته، یعنی جای اونا به معنای برندینگشون هنوز وجود دارن. هنوز شما وقتی اون شیر نعره میکشه فکر میکنی حتما فیلم خوبی میبینی. بله مترو هستن، ولی مترو دیگه نیست. برندا از بین نمیره. بله. درونش تغییرات صورت میگیره. ما نه در درونمون تغییراتو ما اصلا نظامی نداشتیم که تغییر در صورت بگیره. داستان تختر از اینه. بنابراین اگر که آقای جیرانی یا شاه سواری یه سالن سینما داشته باشن محکوم به شکستن، یه دونه فیلم بخوان پخش بکنن محکوم به شکستن، باز دارم در زاویه اقتصادی میگم، بخوان که به عنوان تهیه کننده فقط یه فیلم تولید کرده باشن، بعد مثلا سه سال فیلم تولید، همه محکوم به شکستن. حتی اگر پرفروش در این فیلم اون سال هم باشی محکوم به شکستی. من برای یکی از دوستانم که پرفروش‌ترین فیلم سال و قبل از کرونا داشت، برایش گفتم شما مثلا انقدر فیلمتون فروخته،
عدد من تازه گرد کردم به سمت بالا، عدد قابل توجهی شد. گفتم این بین چند نفر تقسیم شده؟ خودش فکر میکرد 8 نفر، من گفتم بین 11 نفر. من میدونم حالا وقتی که اون مثلا سالن سینما سهمشو برداره، پخش کننده سهمشو برداره، تبلیغات هم آنچه که میماند و توضیح میشه بین اون 11 نفر، امکان حرکت مجدد دیگه نمیده به کسی. تازه پرفروش ترین فیلم ماست، پرفروش ترین فیلم ماست. اما اگر یک جریان کمپانی، باز ما وقتی میگیم کمپانی یه مرتبه تصورمون میشه کمپانیای مدلای الان، کمپانیا به معنای جدیدش و اشکال جدیدش و بازار دیجیتال و اصلا صنعت دیجیتالی که توش آمده، ممکنه یه اتاق باشه با 2 نفر، اما قدرت تشخیص دارن، قدرت جذب سرمایه دارن و این سرمایه رو میتونن در خدمت ایده‌ای بذارن که میدونن که برشون مهمترن از یه اندیشه توشون هست. فکر وجود داره، کمپانی با اساس فکره. آره. اساساً توی کمپانی شما بدون توجه به 3 فاکتور کارتون پیش نمیره: امنیت بازار، توسعه بازار، ایده های خلاقانه. یعنی اونجا شما موظفی دائم از ایده تا بازار رو راجبش فکر کنید و برای هیچ کدوم از محصولاتتون عمر معلوم نمی کنید. یعنی کارت ممکنه سالهای سال ازش بهره مالی بره، برای اینکه از ایده تا بازار، بازار یه نقطه پایانی در سالن سینمای ایکس نیست و تمام شد خداحافظ، کپی‌ها رو ببرید خونه‌تون، مثلا بروشورا رو هم بردارید ببرید دیگه، ما جانم نداریم. نه، بازار دیجیتال، مارکتینگ دیجیتال اساساً فرصت‌های عجیب و غریبی رو در اختیار خلاقیت گذاشته. ما مناسباتمون با حوزه‌های اقتصادی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، متخصصین در واقع توسعه بازار و بازار دیجیتال به شدت محدوده و اصلا وجود نداره. من فکر می‌کنم که اگر خودمون رو از این چنبره خود آگاهی مطلق، خودم رو عرض می‌کنم، خارج نکنم، طبیعتا نمیتونم راه حلی هم ارائه بکنم. ما نیازمند راه حلیم آقای جیهان. این بحث خیلی اساسی آقای شاهسواری. و راه حل از دل دانش میاد. خب از دل دانش میاد، راه حل از توی تجربه ها در نمیاد. ببینید، من به عنوان یه آدم نسبتا پیرمرد ها، اما معتقدم همه تجربه های من فقط به دلیل خاطر ارزشش امروز خاطر گوییه، هیچ ارزش دیگری نداره، هیچ ارزش دیگری نداره. برای اینکه شما با یه جهان عجیب و غریبی که در هر ثانیه و دقیقه دچار یه تحول مواجهید. خب سوال پیش میاد، رشد اون دانش به چی مربوطه؟ یعنی اون دانش چجوری رشد میکنه؟ این نکتهش خیلی مهمه. بله. این دانشه خیلی مهمه. بله. اون دانش که باید مثلا در حوزه های میان رشته ای هم هست عموما دیگه، اگر که بپذیریم که ما در روزگاری به سر میبریم که بنیان تصویر همه روابط ما، گاهی اوقات من میگم شماها با یه دونه از این تصاویر که میفرستید دارید به مقابلتون، هر کسی که هست، یه پیام منتقل میکنید، یه عکس میفرستید دیگه، یه عکس چی حالا من خودم چون نیستم، ولی میگید دیر میکنم، زود میکنم، من باری شما بازی این کارو نمیکنید، بعضی هم جمع میکنم. نه خود دارن با هم دیگه حرف میزنن دیگه. آره. و بر اساس همین هم از دیگرون دارن پیام میگیرن. بنابراین زبان به عنوان یک مکانیزم ارتباطی داره خودش رو در تصویر متجلی میکنه، و وقتی که میخوای نسبت به این زبان تجلی یافته در تصویر حرف بزنی، باید بتونی با دیگرون گفتگو کنی، باید بسپریم گاهی اوقات. آقای جیرانی، ما دائم در حال بیان تجربیات خودمونیم، تلخ و شیرین، و بعد تجربیات شیرینمون فکر می‌کنیم نسل مقابل ما
باید به مثلا سرمه چشم کنه و با همین شیوه بره. شیوه که تو کارگردان شدی کسی دیگه نمیتونه کارگردان امروزه بشه. فردام یه شیوه دیگه ایه. الان شیوه ها به تعداد آدم ها متنوع شده. بله کاملا متنوع. چون بازار به تعداد افراد متنوع شده. پس بنابراین وقتی که به یعنی اون تکثری که من در ابتدای بحث در پاسخ سوال شما دادم حالا اصلا یه معنای دیگری پیدا کرده. حالا اصلا یه معنای دیگری پیدا کرده. ما نیازمند مهاجرت اندیشه های دیگر به سرزمین سینمای مای جیرانی. ما باید از حوزه های دانشی دیگه، ادبیات، درام، حوزه های علوم اجتماعی، علوم ارتباطی، جامعه شناسی، دانش های بنیانین اقتصادی، دیجیتال، تکنولوژی، فناوری، همه اینا باید در واقع بدونیم. لازم نیست که همه اینا رو درش تعمیق بکنیم، چون حوزه های تخصصی مبانی خودشو داره، ولی برای اینکه با یه متخصص حرف بزنی نیازمند یه آداب اولیه هستیم. یعنی من در روزگاری میتوانستم با فرض کن فیلم بردارم بگم که خب دوربین مثلا BL2 میخوای یا BL4 میخوای، بعد میدونستم که لنزا چیه، بعد میدونستم لابراتوار کجاست، میدونستم اندازه نگاتیومون چه میزانیه. یعنی ببین همه چیز رو میدانستیم. امروز کجاییم الان؟ الان من میتونم با فیلم برداری با دوربینی که یه نفر باید این ورش رو تنظیم کنه، یه بر اون ورش رو تنظیم کنه، یه بر مراقب اونش باشه، حالا تو با یه جنس دیگری از فیلم برداری مواجهی. اصلا با یه دونی درسته که تهش قاب عکس سلیقه است، اما این تکنولوژی ها تو سینما به هر شکل کارکرد و کاربردهای جدی دارن و ما دائم میخواییم بگیم که نه اینجوری نیست. هنوز مثلا تجربه های 20 سال پیش ما، 30 سال پیش ما، 50 سال ما، بعضی از بچه های ما که تجربه های 60-70 سال پیششون رو هنوز بهش در واقع اتکا میکنن. نه، این جهان جهان متفاوتیه و نیازمند دریافت های جدیده. این دریافت های جدید هم توسط نسل جدیدی که از نظر من توی 10 سال گذشته، 12 سال گذشته، چه در حوزه تهیه کنندگی، کارگردانی، نویسندگی، بازیگری، نمیدونم صدا، صحنه، همه اجزا آمدن یک بار دیگه باز تعریف خواهد شد. من آقای شاهسواری، من فقط یه چیزی نمیفهمم. وقتی دولت ها نمیتونن آدم های با تجربه دولت های پیشین رو در واقع تحمل کنن و حتی در تجربیاتی که تا حالا شده آدم های متخصصی که ما ساختیم در عرصه سینما، در عرصه تئاتر کنار هم بشینن و با تغییر دولت ها آدم ها عوض میشن و سلیقه ها یک سلیقه میشن، من نمیفهمم یه چیزایی رو. یعنی آقای شاهسواری سالخواست داره تجربه کسب میکنه و ما میشناسیم. حالا آقای شاهسواری در یک رأس یک تشکل صنفی نشسته، آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای زد، آقای ناین، و اینا یک دفعه با این تخصصشون یک دفعه کنار گذاشته میشن. آدمای جدید، من نمیگم آدم جدید نیاد، آدم جدید به هر حال به لزوم شرایط جدید میاد، اما آیا این شرایط جدیده که الزاماً این کنه آدم جدید؟ فریدون بذار حالا من آنچه رو که گفتم به عنوان یه فیلمساز به یه فیلمساز گفتم. یعنی آنچه که تا حالا میگفتم از نیازهای درونی، از یه فیلمساز به فیلم، تو بحثو داری از یه زاویه دیگری میگیری که حالا اصلا مبانیش فرق میکنه. بله، حوزه فرهنگ حوزه طمأنینه، مدارا و زمانمنده. اینجا فست فود نیست، ولی نگاه سیاسی متاسفانه تصورش از این حرفه و اساسا از فرهنگ و حالا از سینما، چون تو اون هسته مرکزیه دیگه، اینجاست که باش میشه یه پوزایی رو داد و یه حرفایی رو زد. اونجا تحت تأثیر در واقع این فرایندهای سیاسی حوزه فرهنگ به شدت آسیب ببینه. اونجا اتفاقا تجارب مدیریتیه. اون تجارب مدیریتی به شدت کارسازه. وقتی که من از تجربه خودمون میگم دیگه به درد میخوره، دارم از تجربه‌های تکنیکی و دو تا جهانه. آره بله بله. ببین یه مرتبه سوء تفاهم نشه که بله بله این تجربه، اما تجربه مدیریتی که مثلا فرض کنید که مثل همه جاهای جهان تو جشنواره‌ها، توی نهادهای فرهنگی، یه مرتبه یه آدم 20 سال 25 سال
مسئولیت یه جایی رو به عهده داره. آیا این آدم 25 سال پیش یا یه آدمی با گذران 25 سال تجربه، شناخت، دانش، تکمیل دانایی، نمیدونم کشف موقعیت‌های متفاوت، این حتما این اتفاق برش افتاده. ولی متاسفانه ما دچار یک بحران اجتماعی عمیقیم که سیاست و سیطره دیدگاه‌های سیاسی در تغییر دولت‌ها به عنوان در واقع یک تغییر تحول سیاسی فرض نمیشه، انگار که همه نه فقط کشور، همه جهان دوباره باید بازسازی بشه. خب معلومه که ما دچار پیچیدگی‌ها و یه بحران‌های دائمی میشیم. اینقدر این بحران‌ها دائمی میشه که دیگه اهمیتش هم حتی از دست میره. یعنی وقتی که ما دائم بحران داریم، خب بالاخره مثلا فرض کن حوزه ممیزی در روزگار دیجیتال با روزگار آنالوگ قابل مقایسه است؟ اصلا من نمیفهمم، اصلا داستان خیلی تلخه. یعنی با این همه پیشرفت هنوز ما مثل سابق شوراهای قدیمی داریم؟ آخه من نمیفهمم اینا رو. پس بنابراین او اما چون یه دیدگاه سیاسیه فکر میکنه اینجوری میتونه در واقع اهرم‌های قدرتی خودش رو، آقا حوزه فرهنگ، حوزه میگم طمأنینه و مداراس، سیاست مداران میبایست و مدیران سیاسی میبایست و همه عناصر سیاسی میبایست پاشون رو از دایره فرهنگ و هنر کشور بیرون بگذارن. آقای جیرانی، جهان امروز جهان یکسانسازی خیلی از موقعیت هاست. یعنی احتمالاً همینجور که من و شما اینجا نشستیم یه گفتگویی رو میکنیم، یه گفتگوی اینجوری مثلا چه میدونم توی مغولستان هم همین هاست. بله بله کاملا. و تو امریکا هم همین هاست، شبیه هم. همین لباس که تو میپوشی و من میپوشم، اونم میپوشه، اونم میپوشه، اونم میپوشه. اینکه نیازهای اقتصادی در چه موقعیتیه که داریم، همه نظام ارتباطی هم که تقریبا دیگه خبر رو از اون موقعیتی که ما تا همدیگر رو میدیدیم میگفتیم چه خبر دیگه، کسی اصلا نمیپرسه، اصلا نیست، اصلا یعنی یکسانسازی جهانی شکل گرفته. مرزهای اقتصادی و مرزهای سیاسی هم به یه معنا در حال بله از بین رفتن. بله چی باقی میمونه؟ تفاوت ها الان دیگه کجاست؟ تفاوت ها که ما بهش نیازمندیم، این نکته مهمه. بله نه ما، همه ابناء بشر نیازمند دیده شدن تفاوت هاشون هستن. بله کاملا درست. این تفاوت ها کجا بروز میکنه؟ حوزه های زبان که فرهنگ، پوشش، فولکلور، موسیقی، سینما. خب موسیقی الان همه جای جهان همین سازاست، ولی با ایده ها و ملودی های یه منطقه یه چیز دیگری میشه. اینجا در واقع اون حوزه هویتیه. حوزه هویتی حوزه است که ما بهش در واقع بدهکاریم. اونی که ازمون بگیرن هیچی نیستیم. یکی از اجزای میلیاردها اجزایی که در جهان وجود داره. و هر کسی به نظرم بخواد هویت ما رو که منشأ اصلیش هم زبانه از ما بگیره، به نظرم داره خیانت میکنه. آگاهانه خیانته، ناآگاهانه هم بالاخره حاصلش در واقع یه جنسی از خیانته. درسته که میگی نیت مجرمانه نداشته است، ولی خب بالاخره همینه. ما تا چه میتونیم در واقع اهمیت جهان تمدنی خودمون رو انکار کنیم؟ حق نداریم این کارو بکنیم. ما صاحب ما این سرزمین رو بهش میگفتن ایران پل فیروزه. بعدش بخیم بعد چرا بهش میگفتن ایران پل فیروزه؟ چرا باید در واقع مناسبات به شکلی باشه که ما خودمون رو به این قوت و تحکم و اقتدار نبینیم؟ فقط به نظرم به دلیل همین دیدگاه های متفاوت سیاسیه که ممکنه تو خودشون هی عوض بشن. امروز اینجان فردا اونجان، امروز اینو میگن فردا یه چیز دیگری میگن.
لطفاً این نظرات رو از حوزه فرهنگ دور کنید، وگرنه آینده تاریخی ما و آینده فرهنگی ما لطمه جبران ناپذیری میخوره. همه ما اهل فرهنگ و هنر تو همه حوزه ها باید تلاشمون متمرکز بر این باشه. و وقتی که هویت حرف میزنیم دیگه از چی داریم حرف میزنیم؟ از زبان، از فرهنگ، از خرد فرهنگ ها، از تنوع قومی، از تنوع در واقع غذا، لباس، ایده ها و همه اینا رو باید بتونیم یه جایی جمع و جورش بکنیم. کجا جز هنر داریم که بتونیم اینو جمع کنیم؟ اصلا آقای شاسته باریم ما تنها سینمایی تو محدوده خودمون تو دنیا هستیم که یعنی سربلند این سینما. ما یه فیلمساز داریم دو تا اسکار گرفته، فیلمساز داریم که تمام سینمای هنری دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. اگه برگردیم کارنامه کیارستمی نیا کنیم، یک دوره تمام فیلمسازان هنری تحت تاثیر کیارستمی بودن. بله. ما هنوزم میتونیم ببین ما با این سینما، این سینما به این رشد رسیده. بعد هنوز یکی ته نمیدونم، من نمیفهمم اصلا دیگه دوزاره نمیفته. یه چیزی ما هم گاهی اوقات دوزاری که سال یک قرونی اونم نمیفته، ولی من فکر میکنم که نیازمند بحثای روشنی هستیم. پیشنهاد مشخصا برای دوره امروز چیه؟ به عنوان شاهسواری که این کاش بشینن و این تعامل و این گفتگویی که تو داری با دولت جدید یا با شرایط جدید هم بشه. من البته خوشبختانه شاید این شانس رو، این یه شانس بوده، تعبیر مهدی فخیم‌زاده رو راجع به شانس و سینما و اینا حتما شنیدی، الان جای گفتگوش نیست، ولی بالاخره توی ادبیات و تو همه اینا هم یه چیزی داریم به نام اقبال. گاهی اوقات آدم یه اقبالی به سمتش میاد. من این اقبال رو که باید شاکرش بود داشتم که 4 تا معاون سینمایی در مقام مدیر عامل خانه سینما دیدم و 3 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدم. فکر میکنم هیچ کدوم دیگه از همکارای من چنین تجربه ای رو نداشتم. واقعا به شما صمیمانه عرض میکنم آنچه رو که دارم به شما میگم همون چیزایی که در ممکنه گفتگو، ملاقات، سخنرانی، فرصت هایی که پیش میادم همونجا هم همین حرفا رو میزنم، عین همین حرفا رو. البته اونجا گاهی اوقات با هیجان بیشتر، با مصادیق بیشتر و با گاهی اوقات روحیه تهاجمی تر، برای اینکه یه جاهای شما در دفاع میبایست کامل بری. یک جلسه ای رو داشتیم با یکی از مدیران ارشد کشور. من خب بنا به کلی از بچه های سینما و اینا هم حاضر بودم، من یه حکایتی رو نقل کردم برای ایشون و به اون حکایت باورمندم و فکر میکنم گاهی اوقات ما تابعی از اون حکایتیم. اون حکایت اینه که یک کسی 30 سال بود که در حال استغفار بود و به او گفتن که تو 30 سال از چی استغفار میکنی؟ گفت از یک الحمدلله. حیرت آور بود برای شنوندگان. تو گفتی الحمدلله و 30 سال داره بابت اون الحمدلله استغفار میگی؟ حکایت رو بعد میگه، میگه روزی بازار بغداد در آتش بسوخت و دکان من نسوخت و من گفتم الحمدلله، همه دکانهای دیگه سوخت، من 30 سال دارم استغفار این الحمدلله رو میگم. هر کسی که فکر کنه به فکر دکان خودشه و الحمدلله سلامت دکان خودش رو بگه، بعدها باید 30 سال استغفار بگه و معلوم نیست که تاریخ، جهان ما بعد ما او رو ببخشه. کسانی که بر علیه فعالین و خلاقان فرهنگی کشور عمل میکنن اونهایی هستند که به نظرم به فکر دکانهای خودشونن که دکانهای خودشون سلامت باشه و دکانهای این مردم و این تاریخ و این فرهنگ رو بسوزد. حالا باید استغفار بگن. دائم باید در واقع این رو برای هم دیگه با هم دیگه
و به دیگرون در واقع تذکر بدیم. اینجوری نیست. جهان جهان ماندگاری است. هیچ چیزی از صفحه روزگار حذف نخواهد شد. ممکنه ما نبینیم. اما هیچ چی حذف نمیشه. همونجور که ما راجع به گذشته داریم میگیم. آینده که باستان شناسیش از دل این فیلم‌ها و نوارها و سخنرانی‌ها و صوت‌هاست. اگر ما الان میریم مثلا نمیدونم زمین‌ها رو کاوش می‌کنیم تا بدونیم 5000 سال پیش چجوری زیست می‌کردن، با چه مدل بعداً این کارو نمی‌کنن دیگه. لازم نیست این کارو بکنن. تصاویر هست، فیلم هست. تصاویر هست. این بله. تمدن بنیان تصاویر هست. بله تصاویر. حالا صوت هست. حالا کلام هست. حالا گفتگو هست. حالا سخن قابل شنیدن وجود داره. در مقابل این چه می‌خوایم بکنیم؟ حالا معلوم میشه که این تهاجمی که مثلا فرض کن به نیشابور شد در دوره مغول و بعد باستان شناسی میکنن میبینن اینجا چه تمدنی درش بوده، بعد یه روزی معلوم میشه که این کار تصویر و عکس و صوتش وجود داره که فریدون جیرانی نه منوچهر شاهسواری این کارو کرده. ما خودمون رو با در اون موقعیت تاریخی قرار بدیم. بله بله. و پاسخ بدیم. حالا وقتی که در این موقعیت تاریخی قرار بگیریم چجوری نگاه میکنیم دیگه؟ اگر انصاف داشته باشیم، اگر یه جو معرفت داشته باشیم، به قول خدا بیامرز نادر ابراهیمی میگفت یه چکه معرفت، یه چکه معرفت داشته باشیم، چه از مدل نمیدونم تو خیابونش معرفت، یه چکه معرفت، چه تا یه چکه معرفت که مثلا علامه طباطبایی داره، تا یه چکه معرفت که همه بزرگان نمیدونم فرهنگی و هنری کشور دارن در طول تاریخ، همه اینا یه چکه معرفته که ماندگار شده. یه چکه معرفت داشته باشیم، حالا یه ذره شاید بترسیم، شاید مراعات بکنیم، شاید دیگه به این سادگی دهان باز نکنیم و بگیم که همه این صحنه رو باید آتش زد، الحمدلله مال من سالم موند. موقع دیگه این حق رو شاید به خودمون ندیم. بسیار نتیجه گیری غریبی داری. تحلیل‌های خیلی خوبی داشتین آقای شاهسواری. همیشه شما تحلیلاتون خیلی خوب بوده. بحث رو دیگه وارد بحث‌های جزئی‌تر نمی‌کنم. در واقع اگر موردی هست که احساس می‌کنی الان دوست داری که مطرح کنی، اون رو به عنوان آخرین بحث ممکن مطرح کنی. یعنی احساس می‌کنی موردی تو این بحث‌ها صحبت نشد، از موردهای کلی که دوست داری اون مورد رو مطرح کنی. شما شهادت میدید که من بدون هیچ برنامه ریزی قبلی، بله، بله، نه با شما گفتگو کردیم، بله، نه با دوستان. بنابراین آنچه که گفتم حتما کم و کسری داره، حتما اشتباه داره و من همیشه آماده شنیدن نقدم. معمولا هم به نقدها پاسخ نمیدم، بلکه نقد درست رو بهش عمل میکنم. خیلی نکته ظریفیه. بله. برخی از دوستان رو که ممکنه از این نقدا بکنن در جایی و میگم که فریدون این حرف رو درست زده، من زنگ نمیزنم میگم برای چی این حرف رو زده یا چرا این حرف، میرم و درستش میکنم، دنبال راه حلش میگردم و بعد به فریدون زنگ میزنم میگم من از تو سپاسگزارم، تو منو نقد کردی، من براش راه حل پیدا کردم، تو یه پنجره دیگه به روی من باز کردی، من سپاسگزار اون پنجره هستم، ابعادش هم اهمیت نداره. وقتی که به شرایط سخت و دشوار زندگی مردم نگاه میکنیم، وقتی که به شرایط سخت و دشوار همکارانمون در این حوزه فکر میکنیم، وقتی که به این شوق و اشتیاق نسلی که با همه وجود سعی میکنن وارد این عرصه بشن، میدونید واقعا ممکنه مثلا یک کسی رشته پزشکی بره ولی خودش دوست نداشته باشه، اصرار خانواده و نمره بالا و مدرسه تیز و هرچی، اما من بعید میدونم کسی بدون علاقه وارد رشته های هنری و فرهنگی بشه. اینکه آیا استعدادش کافی هست یا نیست اون یه بحث دیگه است،
ولی در مورد علاقش که دیگه تردید نمیتونیم بکنیم. همه اینا رو وقتی میبینم به خودم میگم که ما حقمون آقای جیرانی که در متن تغییرات جهان حاضر بشیم. این مردم، این هنرمندان، این جامعه، این تاریخ، کسی حق نداره حاشیه نشین جهانش کنه. حاشیه نشینی درد بزرگیه. حاشیه نشینی مملو از تحقیره. حاشیه نشینی نشانه هایی است از اینکه ما همه عناصر حیاتی زیستیمون رو به مرور از دست میدیم. ما دیگه احساسمون هم از دست میدیم. و سینمای ایران موتور محرک حضور در متن جهانه، نه در حاشیه جهان. و همه اونهایی که در عالم سیاست، اقتصاد، فرهنگ کمی در واقع دلسوزی دارن و قرار نیست جز اون مدل از الحمدلله گویان باشن و به استغفار برسن، واقعا صمیمانه عاجزانه میخوام با دیدگاه های سیاسیشون وارد در واقع عرصه فرهنگ و هنر و سینما و موسیقی و کتاب نشن، چون اینها دیگه فضاهای قابل حذف از زیست روزانه نیست. این فضا نیازمند کار، 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 کار و کاره، و کار سخت، و کار سخت با سخت‌گوشی بسیار. و برای کار سخت و سخت‌گوشی بسیار ما نیازمند هیچ تشویقی نیستیم، نیازمند هیچ کار عجیب غریبی نیستیم. حقوق مالکانه، حقوق معنوی و حقوق تألیفیمون رو لطفاً به رسمیت بشناسید. اگر که این حقوق رو به رسمیت نشناسید، به مرور ما دوچار یک بحران بزرگ خواهیم شد. اون بحران استهلاک نیروی انسانیه، به خصوص خلاق. کاملا درسته. و وقتی که نیروی خلاق تو چه در سنین جوانی، چه میانسالی، چه کهنسالی مثل من شما از صحنه روزگار حذف بشه، چیزی به بقیه اضافه نمیشه، یه حفره‌هایی باقی میمونه. این حفره‌ها حفره‌هایی که مسیر رشد، تعالی، فرهنگ مداری، اخلاق، خانواده موانع اونه. شما الان نگاه کنید ببینید بخشی از نمایه‌های سینمای جهان در حوزه خانواده چه رفتاری داره میکنه، ما چه رفتاری میکنیم. ما چون داریم نمایشش رو میدیم، ما باورمند به این موضوع نیستیم وقتی این حرفا رو میزنیم. امیدوارم که باب گفتگو بر ما بسته نشه، که این در واقع بزرگترین خطره. و باور کنیم در جهان فعلی صنعت فیلم، سینما، هنر و فرهنگ ضرورت‌های اجتناب ناپذیری هن که گریزی از اونها نیست. گریز از اونها یعنی سقوط به یک دره‌های خوفناک و تاریکی که حق این ملت و این سرزمین نیست. خیلی متشکرم آقای شاسواری، خیلی ممنونم. مثل همیشه تحلیل بسیار زیبایی دارید در همه موضوعات و خیلی خیلی ممنونم به شما. طبق روال گفتگویی که همیشه داشتیم خیلی خوب بود و من همچنان این برنامه رو تقدیم میکنم به خاطره خانم طاهرپور. منبانم که ایشون سرمایه واقعا خیلی خوبم تحلیل کردید، خاطره بسیار زیبایی ما تو همین برنامه با ایشون مصاحبه داشتیم، مصاحبه بسیار خوب تقدیم میکنیم بر شما، تقدیم میکنیم به خاطره خانم طاهرپور و شما متشکریم. خیلی ممنونم قربون شما از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده ما بودن. ممنونم، شب بخیر.